آقایان سلام عرض میکنم خدمتون. امروز دوشنبه است 26 خرداد ماه 1398-99 برابر با عرضم به خدمت شما 15 ژوئن 2020 هستش. ما الان در وضعیت خیلی جالبی هستیم، چه به لحاظ کشور خودمون و چه به لحاظ منطقه و به چه لحاظ دنیا. به لحاظ کشور خودمون از یادمون نرفته به هیچ وجه که همین چند ماه پیش از بحران کووید 19 بود که تظاهرات و اعتراضات خیابانی داشت بالا می گرفت و از دست اینا داشت خارج می شد و نمی تونستن مثل سابق بزنن و بگیرن و ببرن و نمی تونستن نکنن این کار رو با توجه به اینکه روش برجاموندنشون اون بوده. بعد بیاین جلوتر بحران کووید 19 شد، چندین بار راجبش جلسات به مناسبت در از ابعاد مختلف به نظر من خیلی بحث خوبی شد با این مناسبت داشتیم و بعدم حالا این بحران نژادپرستی و قتل یک نفر در امریکا، یک سیاه‌پوست. حالا بله شد دو نفر، حالا البته دو نفر که فیلمشو گرفتن آقای بنی‌صدر. جالبه که شما در جریان آخرین خبرهام هستین، مال همین دیشب بود که اتفاق افتاد. دقیقاً درسته، ممنونم از اصلاحتون. ولی از کردم این اون مربوط به رسانه‌ای شدن و منتشر شدن فیلماش بود، وگرنه گوش تا گوش که خبردار نمی‌شد که این هر روزه این مسائل هستش که حالا این آقای جورج فلوید داشتش اتفاق افتاده. حالا اینا یه تبعیض‌هایی هست. ما ممکنه بگیم که حالا ما مثلا چند نفر تو کشورمون سیاه‌پوست داریم، مثلا امریکا هزارها کیلومتر اومد، حالا به ما چه ربطی داره، هزار جور مشکل داریم، این چه چیزیه که ما راجبش صحبت بکنیم. ولی وقتی که تجاوز به حقی رو به عنوان یک حق ذاتی، حق ذاتی که همه کسانی، همه مکانی و همه زمانی است، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هست به خاطر ذات بشره، در ذات هر بشری هست بدون اینکه جنس و رنگ و در شبت که قوم و ایل و این حرفاش مطرح باشه، اگر که به اون اعتراض بشه، اعتراضم این نیستش که مثلا یه کسی از چه میدونم خوزستان بلند شه بره واشنگتن یقه آقای ترامپ رو بگیره، این معنی کاریکاتوریزش حتی اینم نیست، بلکه اینه که هر کسی به سهم خودش به نوبه خودش یه کاری رو بکنه و چنین چیزی شد و الان اون ابعاد اعتراضات به تجاوز به حق حیات این شخص از خود اون شهر شروع شد با انتشار فیلمش و ادامه پیدا کرد به ایالت مینسوتا و بقیه ایالت. الان در 50 ایالت مینسوتا همش 50 ایالت امریکا همشون این تظاهرات به شکل‌های مختلف هست. عرض شود که از مرزهای امریکا، از اقیانوس‌های آرام و اطلس هم گذشت و رسید به کشورهای دیگه اروپا، به خصوص مجسمه چرچیل رو میخوام بکشم پایین و چیزهای دیگه که دفعه قبل صحبت کردیم. حالا این مسئله یادمون میندازه آقای بوعزیزی رو، محمد بوعزیزی، که اونم یک آدمی بود که مثل هزارها آدم دیگه که خودسوزی میکنن، کشته میشن، خود تخریبی میکنن، میمیرن، خودکشی میکنن، اونم باز گوش تا گوش خبردار نمیشه، ولی اون باعث شد که در شرایط مناسب یک جرقه خورد که آنچه که به اسم بهار عرب شکل گرفت با یک نفر آدم. حالا نتیجه که میخوام بگیرم این هستش که صرف نظر از اونی که گلوبالیزیشن و جهانی دنیایی دنیاگرایی و عرشان شود که این چیزها رو میگفتن که استقلال مال قرن 18 و اینجور چیزها، حالا به فرمایش شما آقای مکرون دیروز چندین بار از استقلال صحبت کرده، نه اینکه استقلال داریم بلکه بازگردیم و یعنی نداریم که بعد بهش بازگردیم. حالا استقلال با یکی از حقوق ذاتی بشر، یکی از به اصطلاح شاید نمیشه گفت کدوم حق مهمتر کدوم کمتر، ولی به هر حال اینم به این ترتیب نگاه بکنیم میبینیم که با این جهانی شدن به اون شکلی که اون لیبرال ها و نیو لیبرال ها مطرح میکنن، اون یه جوره، یه جوره دیگه هم هستش که با این مقدمه که عرض کردم به جهانی شدن حقوق ذاتی میشه بهش نگاه کرد. من فکر میکنم که
زمانه و مکانه در کشور ما به خصوص خیلی مناسب هستش که یک جرقه زده بشه. به زودی آقای جهانگیری گفته در بحرانی ترین وضعیت‌های مالی و ارزی پس از انقلاب هستیم. اون یکی آقا گفته که تابستان داغی در انتظار هست، منظورش هم درجه حرارت نیست، منظورش تظاهرات و اعتراضاتی است که در منطقه بود و در ایران و در لبنان دوباره شروع شد. اگه که لطف بفرمایید اینا یه مقداری بحثش بدین و بحث بکنیم من خیلی ممنون میشم. خواهش می‌کنم بفرمایید. بله، عرض کنم که مسئله نژاد و نژادپرستی از دو نظر، از زمانی که بگویم کی آغازش کی هست، اونی که تاریخ مدون داریم میگه از پیش از میلاد مسیح لاغت در نظریه های ارسطویی و افلاطونی مفهوم عامش وجود داره. مفهوم خاصش هم از زمانی به اصطلاح که علم به خدمت قدرت، یعنی در اون ترکیب با قدرت نقش بیشتر پیدا کرده، این مفهوم خاص هم خصوصا در اروپا این قوت گرفت و به نازیسم رو بار آورد. بعد از قبلش و بعدش البته بود که توضیح خواهیم داد این مبناش چیه؟ بر چه مبنا این تعریف علمی از نجات ها می شود؟ بر این مبنا می شود که انسان ها به لحاظ زیست شناسی برابر نیستن. اینکه زن و مرد نابرابرن این مفهوم عامش از قدیم بود. این که نخبه ها خلق شدن برای رهبری و عامه مردم خلق شدن برای رهبری شدن و در حکم مثلا گوسفند هستند و چوپان لازم دارند، این هم یه مفهوم عام نژاد پرستی از قدیم وجود داشت. اون مفهوم خاص که مستند است به علم به اصطلاح، اون میاد میگه که بفرمایید ما این نژادها رو از لحاظ زیست‌شناسی که بررسی میکنیم میبینیم اینا یکسان نیستن. ما میدانیم که در دوران نازیسم اینا برای نژاد برتر یک مشخصاتی فرض کردن و وضع کردن و اندازه هایی رو تعیین کردن که با اون اندازه ها مثلا بینی کی چقدر، پیشانیش چقدر، رنگ موش چیه، رنگ چشم چیه. این حتی آقای هیتلر خود یه نقاشی کشیده که میگوید مثلا نژاد برتر بر چاله مسترا اینجور می نشینه، نژاد پستر اینجور می نشینه. آره، اینا این مستندات اینا بود. خب ما یه بچه مشترکی بین این دوتا مفهوم عام و خاص خیلی بیان و نمایان وجود داره. اون این است که در هر دوی این برداشت ها اون که برتر هست ویژگی های دارد که اون ویژگی ها در اون که پستر هست وجود ندارد. یک. دو، این که مفهوم حقوق دیگه بیمعناست. بخواهیم بگیم که همه انسان ها حقوق ذاتی حیات دارن و این در این حقوق برابر هستن، این امر بیمعناست. برای اینکه بنابر این سنجش علمی
همچه برابری وجود ندارد. این به طور خلاصه این دو تا مفهوم ارض، یکی مفهوم خاص از نجات پرستی، یکی مفهوم عام، و اینکه دو ویژگی حقوق بی‌محل و این نایکسانی ویژگی ها مسلم انگاشته می شود. خب حالا در میگیم گفتیم هیتلر آمده و مثلا فلسفه نژادی و نژاد برتر و استبداد توتالیتاریسمی استبداد فراگیری برپا کرد بر مبنا بر پایه برتری نژادی نژاد جرمن و فضای حیاتی و اینکه مثلا نژادهای دیگر در اون چه مربوط می شود به مثلا زمین و منابع و چند باید در اختیار نژاد برتر باشه، هرگاه نژادهای پستر این زمین و امکانات در اختیارشون بوده باشه باید اونها رو نابود کرد و اونها رو به نژاد برتر داد. بر همین مبنا به اصطلاح رژیم هیتلری در اروپا به گسترش سرزمینی پرداخت. خب آیا قبلش هم چه حرفی نبود؟ حالا بیاییم قبل اروپا چجوری بود؟ اروپایی ها خب چند یا بالا دیگه دسته قرن به عنوان جنگ های صلیبی با کشورهای مسلمان جنگ کردن. اساس این دعوا هم اسمش به نام دین بود و واقعش به نام عرض کنم که جریان طلا و نقره بود، به این ترتیب که اون طلا و نقره معادن افریقا میرفت دنیای مسلمان، این جنگ ها برای این رخ میداد که این جریان برگرده به طرف اروپا. خب حالا اینکه به طور علنی که نمیشه اینه گفت مایه جنگ کرد و این جمعیت عظیم اروپا اونم با اون مدت طولانی تو جنگ نگه داشت، پس رفت روی خط دین. خب دینم که بخوای توضیح بده که به چه مناسبت باید تو خود اروپا هم که همه یک دست مسیحی نبودن، به چه عنوان باید که این توجیه بشود؟ توجیه اینجوری شد، گفتن که این اروپا، این غیر اروپایی ماده خاکستری مرز رو ندارد، بنابراین فکر خلاق نداره، کاراش غریزیه مثل حیوانات. این اسلام هم در واقع مرام خونریزی است، چون این اینا که عرب هایی که اسلام یعنی عرب، غیر عرب مسلمان هم اروپایی نمیدونست وجود داره اصلا، اگر هم اونا هم که میدونستن میگفتن ندارد، فقط این مرام عرب هاست، عرب ها هم اون ماده خاکستری رو ندارن، کورتکس رو ندارن، غریزه خونریزی دارن، این مرام هم توجیه خونریزی است. ما اگر اینا رو الان سرکوب نکنیم، مهار نکنیم، اینا حیات مثلا جامعه متمدن غرب رو خطر می اندازن. این که این عرب کورتکس نداره و اسلام مرام خونریزی است، نخیال کنی که مال قرون وسطا و دوران جنگ های سال، نه، این تا این سالهای بعد جنگ دوم تدریس میشد به عنوان که این غیر اروپایی کورتکس ندارد و این فانون در کتاب خودش به این مسئله پرداخته، به همین مسئله شبه علمی که به عنوان علم آموخته میشد.
پس این نژاد پرستی آقای هیتلر بی پایه و مایه نبود، مایه در این سابقه داشت. خود این سابقه هم هنوز سابقه داشت. اون سابقهش هم در این است که هر سلطه‌گری برای توجیه موقعیت خود میگوید اونه که زیر سلطه است اون از من نیست، شکل ظاهرش ممکنه به من شبیه باشه ولی من از نژاد برترم، از گوهر دیگری هستم. و ایرانی هایی که ما باشیم هم همینجور نگاه میکردیم به زیر سلطه. بعدها یونانی ها مسلط شدن، اونا هم همینجور نگاه میکردن به زیر سلطه. و انگلیس ها بعد شدن امپراتوری، اونا هم همینجور نگاه میکردن. این فرانسوی ها امپراتوری شدن در سطح اروپا و افریقا و اونجا، اونا هم همینجور خود رو برتر میدونستن، تا حدی که این برتری ادامه داشت که وقتی در فرانسه در 1968 تظاهرات به اصطلاح همین اعتصاب همگانی و جنبش همگانی شد، نخست وزیر فرانسه آقای پومپیدو که بعد شد رئیس جمهور خطاب به فرانسوی ها گفت پپ لپلو سیویلیزه دو بوند، شما مردم، شما متمدن ترین مردم روی زمین. و این ستودن یک مردمی به عنوان متمدن ترین روی زمین، این معنا شده که اینشون تمدنها رو درجه بندی میکنه دیگه، برترین داریم و دونترین داریم. و نسبت به همین برترین و دونترین این رابطه ها تنظیم میشه. باز اینجا حقوق محل ندارد، اون تبعیض ها محل دارن. عرض کنم به شما و سلطه اونهایی که برتر هستن بر اونهایی که پستر هستن، این هم امر طبیعی بدیهی به شما می رود. این در نظریه آقای ارسطو هم عیناً همینه. اینکه انسان ها دو دسته هستن، انسان هایی که نخبه خلق شدن در مفهوم عام نژاد پرستی، این تعریف تعریف نژاد پرستی است. میگه انسان ها دو دسته هستن، نخبه ها که برای رهبری و حکومت آفریده شدن و بقیه اکثریت بزرگ که اینا در حکم حیوانات هستن و مصلحت و صلاح خود اونها در اینه که رهبری بشوند و بر اونها حکومت بشوند. طبقه بندی آقای افلاطو هم همین معنا رو میگه. حالا شما بیا این مثلا دوالیز یا این دوگانگی و سنویت رو خیال نکنیم که همچه تمایل های راست اینا رو مثلا قدرت از با ایدئولوژی راست اینا رو توجیه میکرده، چون اصل ایدئولوژی نیست که توجیه میکنه، اصل اون قدرتیست که ایدئولوژی رو به کار میبره و به اون یک مثلا اگر مرام منطبق با قدرت نباشه تغییرات درش میده که منطبق بشه. حالا از تغییرات میده منطبق بشه رو الان در مورد چیز استالین و استالینیزم میبینیم. خب حالا چپ که آمده و میگه آقا همین قله حرفای مفت و اینا رو مثلا سرمایه‌داری ساخته و قلابی است و اینا، خب این پس یه پیام داره که انسان ها برابره. اما وقتی مثلا انقلاب اکتبر، حالا میشه بهش گفت انقلاب یا نه بس علاقت هست چون بهش میگفتن انقلاب اکتبر، انجام شد و رژیم جدید برپا شد، این در مفهوم عام نژاد پرست بود. به چه معنا؟ به این معنا که اولا خود آقای لنین آمد و گفت که اون مثلا خود انگیختگی فلسفه مارکس جانشین کرد با
اراده گرایی، که اینجور نیست که دیالکتیک خود به طور خودجوش سبب جانشین شدن طبقه سرمایه‌دار توسط پرولتاریا بشود، بلکه این اراده طبقه لازم است. این اراده چگونه بروز می کند؟ این اراده سازمان می یابد. اون سازمان چه کسی ایجاد می کنه؟ اون روشنفکران طبقه بورژوا که خائن می شوند به طبقه خود و خادم می شوند به طبقه پرولتاریا، اونا حزب تراز نوین رو ایجاد می کنند و اون حزب به نام طبقه پرولتاریا این دولت رو تصرف می کنه و هدف مبارزه از تصرف قدرت، نگهداری قدرت، به کار بردن قدرت برای هدفهایی که دارد اون سازمان. پس این در واقع سازمانی که تشکیل دهندگان و رهبری کنندگانش روشنفکرای بورژوا خائن به طبقه خود، خادم طبقه پرولتاریا. برای سالی میاد اولا اون انقلاب جهانی رو که بنابرای نظریه مارکس باید انجام میگرفت تغییر میکنه با سوسیالیسم در یک کشور. دو اینکه تضاد اون بارون به اصطلاح نفی متقابل و مال مارکس جاشو میده به قانون تضاد استالینی که به اصطلاح با حذف، تضاد با حذف انجام میگیره نه با جذب. بسیار مهمه اونی که مال مارکس با جذب انجام میگیره، یعنی چه؟ یعنی اون بورژوا کسرت بورژوایی صفات اون از خود بیگانگی انسان در عنوان بورژوا را دست میده میشه انسان و شرکت میکنه در اون سیر تحول به انسان جامعه و پرولتاریا هم از خود بیگانگی خودش از دست میده و میشه اون هم انسان. این دوتا در انسانیت با هم یکی میشوند و هم مشق میکنند به جامعه بی طبقه ای که در اون جامعه انسان جامعیت خود رو باز میابند. این جاشو میده به قانون تضاد که حذفیه. اون بورژوا آدم بشو نیست، حذف بشوست. خب پس این میشه باز دوباره ما برمیگردیم اون سنویت که یک آدم هایی هستن اینها باید از بین برده بشوند و اینکه جاده صاف بشه که اونهایی که رسالت دارن یعنی پرولتاریا اینا اون جامعه بی طبقه رو بسازن. بنابراین میبینیم که اون مفهوم آن، اون سنویت در شکل دیگری از منظر چپ دوباره بروز میکنه. اینجا یک مسئله بسیار مهمی پیش میاد که این مثلا کارنامه ها یا گزارش های روزانه رئیس جمهور رو به مردم ایران اینا دوباره آماده کردن که به طور کامل در اختیار نسل امروز قرار بگیره. مثلا من نگاه کنم به یک قسمتی رو که داشتم نگاه میکردم دیدم اون زمان یک مسئله فوق‌العاده مهمی رو طرح کردم. اولا خود این کارنامه در واقع گزارش روز به روز انقلاب ایرانه که خواننده متوجه میشه که انحراف چگونه انجام میگیره، عوامل شرکت کننده در اونها کدام هست، قدرت خارجی نقشش چیه،
بازسازی استبداد چگونه انجام میگیره. اینا به طور روزمره اون یه مد اصلی اینه، یکی از مثلا کارهای این است که بعدها نیان بگوین آقا این تقصیر انقلاب بود که مثل امروز دارم میگن. معلوم بشه کی تقصیر داشت، انقلاب چرا راه خودش نرفت و بیبیرها برگشت. یکی دیگر از اون که در واقع از عوامل همین انحراف هست این است که اونجا توضیح دادم که این تحول باید از پایین انجام بگیره، در سطح مستضعفان انجام بگیره. و گفتم به این که این جمله بسیار مهم، زور گفتم اون راستا میگفتن زور از بالا به پایین، چپا به اونا ایراد میگرفتن که این بالا از پایین میشه طبقات و عوض. ما زور از پایین به بالا جانشین میکنیم، زور از پایین به بالا که اون پالا رو بزنیم که بشن همه مساوی. حالی که این دوتا یه زوره، زور از پایین به بالا سرانجام میشه زور بالا به پایین. اون وقت گفتم ها بله. زور بالا به پایین هم که زور بالا پایین، چرا؟ لحاظی که روشنه زور کارش چیه؟ کارش اینه که با عوامل دیگری مثل علم و فن و پول و اینا یه ترکیب ایجاد میشه که در روابط قوا به کار میره. این باید متمرکز بشه تا کارهایی پیدا کنه. متمرکز که شد میشه بالا. پس بخواهد جامعه تحول انقلابش بیراه نرود، زور از بالا با نباید جانشین بشه با زور از پایین، بلکه باید جانشین بشه با چی؟ حقوق. اون حقوقی که در اون دو تعریف عام و خاص محل نفی پیدا نمی کرد، حالا بیایم بگیم که ما بالا رو انقلاب برداشت و حالا همه انسانند، همه وندند، بنابراین میباید که همه به حقوق عمل کنن، رابطه هم حقوق تنظیم کنه، زور بشه بیمهل. حالا اگر اون زمان شنیده شده بود این سخن، و ایران امروزی نبود که هست، پس شما نسل امروز ننشین خودتا یارو کن یا اونایی که اون زمان بودن حالا چون نمیخواهند بفهمن مسئله چه بود، حوصله ندارن. کار آسان هم اینه که بگه آقا هر چه بلا زیر سر انقلاب بوده، زیر سر اسلام بوده، زیر سر فلان بوده، نه این به خودش زحمت بده. ببین اون روز این هشدار داده شده که آقا زور از پایین به بالا، همین که به عنوان نهادهای انقلاب ایجاد شد و به کار رفت. ببینی که اون زمان درست دیده بودن، این میشه و زور از بالا به پایین، این زوره که باید برداشت، جاش گذاشت حقوق. و در اون ترکیب زور که رفت بیرون، جاش میاد حقوق، به علاوه نیرو، به علاوه علم، به علاوه عرض کنم فن، اینها به کار میرود در رشد انسان، وقت جامعه دیگه پیدا میشه. خب حالا اون زمان در ایران آقای خمینی که در نفرشاتوی فرانسه است، ایشان اصول 19 گانه که 20 تا بود که 19 تاشیشون گفت، از جمله حقوق انسانه. خب حالا این رفتیم ایران، حالا استقلال هست، آزادی هست، ولایت جمهور هم مردم هست، حقوق انسان هم هست. هرگاه این همین حقوق انسان عمل می شد و رابطه ها هم با همین حقوق تنظیم می شد، بازسازی استبداد محال بود. اما حالا رفتیم ایران، ببینید چه امری واقع شده. این که در زمانی که آقای خمینی در نفرشاته بوده، فقط در این دوره است، نه قبل نه بعد،
فقط این دور. اینم از فوق العاده اهمیت داره از لحاظ طرز همین مفهوم عمومی مثلا نجات پرستی. فقط در این دوره آقای خمینی از حقوق حرف میزنه، حقوق انسان، از دموکراسی صحبت میکنه که همه شهروندان در اداره امور کشور خود شرکت بکنن، از ولایت جمهور مردم، از استقلال و آزادی، از این که روحانیان در دولت دخالت نمی کنن، اینا رو گفته. برابری زن و مرد گفته، همینا رو گفته. خب ببینید از چه تاریخ این از زبان ایشون افتاده اینا؟ خب یه دلیل باید داشته باشه. این چجور شد که اینجا هر روز، نه یه بارا، هر روز سوالایی که میکردن راجع به این امور بیشگانه بوده، جوابهایشون هم اینا بوده. حالا چطور رفتیم ایران ایشون یه دفعه من تو دهن دولت میزنم و دولت معیم میکنم از اینجا شروع میشه تا وقتی ایشون از دنیا میرود این کلمه حقوق بر زبان ایشون دیگر جاری نمیشود؟ جاش چی جاری میشود؟ بلد فقیه. مبناش چیست؟ مبناش این است که خداوند این انسانها رو که آفریده، خدا آقای خمینی به من میگفت که این مردم شعور ندارن، هر کی شعار بده میگن الله اکبر. پس این از دید اون طرز اون قدرت مداری و معاوی، انسان ها شعور ندارند، محتاج مدیرند، مدیر مدبری که اون ویژگی‌ها باید داشته باشد که در تعریف آقای ارسطو و افلاطون است که بعد در کلیسا این عنوان دینی پیدا کرده شده، مثلا پاپ در تشریف آورده به این طرف شده ولایت فقیه. فقیه با اون شرایط این حق بستیت دارد بر جان و مال و ناموس مردم، که این توضیح دادم چند نوبت که این ضد فرهنگه، برنگه زور توشه، دروغ توشه، تناقض توشه، علمم توش نیست. خب این که شما ولایت مطلقه، بستیت مطلق دارید بر جان مال و ناموس مردم، و این که مردم در حکم صغیرن، این همون تعریف عام از نجات پرستی است. عموم مردم خلق شدن برای این که قول آقای ارسطو اداره بشون، یک کسانی هم خلق شدن برای که اداره کنن. می‌بینی که خب حالا در اینجا در این دو سنویت رهبری کننده، رهبری شونده، چه رهبری شونده باید موقع فعل پذیر پیدا کند، این زور میشه قائمه. این چیزی که الان دارم میگم اضافه میکنم بر اون توضیحی که در مصاحبه گفتم. خب قبلا همینا رو بحث دادم. ببینید حالا ممکنه طرفی بیا بگه آقا ما که گفتیم بستیت که نگفتیم، یعنی زور. بستیت دقیقا یعنی این که خب این صلاح و خیر اون اغنامالدار رو بهتر میشناسه و مطابق صلاح او بهش میگه این کار بکن، اون کار نکن. اما نه، این دروغه. یه تناقض خیلی بارز و روشنی هم داره که این رو وقتی نگاه کنیم به دو محور که یکی آقای مطلق است، یکی هم جامعه است، زود این تناقض رو میبینیم. موضوع زحمت زیاد نیست. چرا؟ به دلیل اینکه این جمعیت بزرگ
برای اینکه اون ولایت مطلقه بر اینها اعمال بشود، از خود تعریف که الان کردم بهش توجه کنیم، باید فعل پذیر باشه. خب انسان خلق شده برای اینکه استعدادها داره، برای اینکه فعال باشه. به زور باید این انسان رو فعل پذیر کرد، ولی خود به خود انسان رو فعل پذیر نداریم. بچه به دنیا میاد، از لحظه ای که به دنیا میاد فعال شروع میکنه به گریه کردن، شیر میخواد، هر وقت احتیاج داره، چون تا وقتی بتونه حرف بزنه با خنده و گریه این احتیاج رو اظهار میکنه، فعال. حالا شما اگه خواستی فعل پذیر کنی، باید مرتب برای ذاتش که دور بکار ببری. پس اون بحثیت اول و اساس و محورش زوره. شما باید یک جامعه رو فعل پذیر بگردانید. این نژاد پرستی این اساسش زوره، چه در مفهوم عام چه در مفهوم خاص. از مفهوم خاص که آقای هیتلر خیلی راحت و صریح میگفت و مشکلی نداشت، اما در مفهوم عامش اینه. زور محوره، محور ورداری بگیم آقا مسئولیت دارن، مسئولیت سنجی میکنن. مثلا فرض کنیم مثل شما پزشکن و طرف بیا بیمار نظر ایشون میگه، اون میگه چه گرچه نکن، اینجا زور به حل نداره. اون بیمار هم فعل پذیر نیست، فعال است. او میاد نزد طبیب، این خودش فعله. اوست که تشخیص میدهد که شما درمان بهتر بیماری او رو تشخیص میده و درمان میکنید. اوست که این درمان رو عمل میکند. اما اگر نه، شما آمدی و گفتی نخیر، منم که بینید تو مردم میگه کار من اینه که تشخیص بدم کی بیماره. هر کی را هم تشخیص دادم بیماره، این را باید تحت مراقبت قرار بدم و این خواب و بیداریش به ترتیبی عمل کنه که من میگم. شما بخوای او را این به این ترتیب فعل پذیر کامل بکنی، اینجا زور چاره نداری، بدون زور نمیتونی این کار بکنی. وقتی که شما طبیب نیستی، شما یک زورگوی هستی که طب رو وسیله کردی، این آقایانی که فقه رو وسیله کردن، آقای هیتلری که طبقه ویژه رو وسیله کرده بود، آقای استالینی که طبقه کارگر رو وسیله کرده بود. زبان یکی، محتوا هم یکی. خب ما پس اینجا به از یه جهت بحث ما هم شیرین شد، هم روشن شد، هم دانستیم که این وقتی میگن نژاد پرستی نه چیز عجیب غریبی است، مثل که جاهای دنیا هست، ما که ایرانی ها که نداریم این حرفا رو، که ما که نژاد پرستی نجونم، این بحث در مفهوم عامش سراسر جهان هست. در بعضی جاها هم مفهوم عامش هست، هم مفهوم خاصش هست. نه اینکه ما در ایران مفهوم خاصی چه نداریم، و این رفتارها که با افغانستان ها میکنیم چیه عنوانش؟ واقعا شرم‌آور است. یه چیز ضد فرهنگی است. این ضد فرهنگ قدرت است. ما یه تعریفی از خودمون میکنیم که گویا بر جان و مال و ناموس افغانستانی حق داریم، و نداریم این حقو. اگر بگیم اینو داریم، یعنی ما باید زور به کار ببریم با او. خب این زوری که به کار میبریم با او، اول خود ما رو تخریب میکنه. ممکن نیست زور ایجاد کرد بدون تخریب. شما نگاه کنین این الان این روحانیت بعد 40 سال چه وقت رو اعتباری براشون مونده تو جامعه ایرانی، چقدر تخریب شدن. حالا غیر از این که همدیگر اعدام کردن ها، اعدام کردن، تخفیف کردن، خانه نشین کردن، اونا هم جای خود. اصلا به عنوان یک نهاد این چقدر خود رو تخریب کرده. ممکن است شما زور ایجاد کنید و زور شما رو تخریب نکنه. حالا که شما فهمیدید این در مفهوم عام تمام جامعه ها بهش مبتلا هم، ما متوجه شدید که
ولایت فقیه یعنی شما از نژاد پست هستی، خودت به درد سر و این ورون بر نینداز. که نمیگه شما در حکم صغیر هستی. حالا بعضی دیدم اینا توجیهات درست کردن که نه، این که از صغیر، خود صغیر هم مثل ماست، نه از باب این که اون عقل ندارن یا مثلا بعضی هاشون علم ندارن. و بله در جامعه ما درس خونده هست، پزشک هست، دانشگاه دیده هست، حقوقدان هست، مهندس هست. اینا به لحاظ تنظیم رابطه ها این چون فقیه هست که تصدی میکنه، اینا در حکم صغیر به شما میان. ولا این به معنای مادون و مافوقی نیست. و اولا که ما زبان گفت که کارش چیه؟ یه وقت شما زبان آزادی داری، یه وقت زبان قدرت داری. این شما نیستی که به تو با توجیه شما بشود قانع بشه آدم که نه، مراد از این صغیر انگاری این نیست که بالا و پایینه. آقا خود کلمه در حکم صغیر این بنمایه از زور توشه. برای شما یه انسانی که بنابر اصطلاحات فقهی خود شما هم کبیر هست میگی در حکم صغیر، یعنی این تخفیف میدی او رو، پایین میاری او رو. کلمه میگوید به این که زور مایش بون مایش زوره، با توجیه شما که نیست. حالا فرض کنیم هم که نه، این زبان هم مردم حالیشون نیست و میگه، خب مثال میزنه. خب صغیر آمدی میگه که چون اسلام از لحاظ اموری که تصدیش که اگر فقیه بکنه عادلانه میشه و و و از این جهت رو میسنید، اینو فرمایش میفرمایید، فرقی نداری. خب این زور برای چی میخوایید؟ اگر شما همین مردم در حکم صغیرن رو شما میخواید با میزان عدالت اینا رو تنظیم بکنید، این زور برای چی کاریه؟ جوابی که آقایان تا امروز داده اند در واقع به این سوال جواب ندادن، اما این زوری که تا به حال اعمال کردن عنوان رسمیش این است که این با دشمن رو، خدای دشمن رو خونسا میکنن، موانع رو از پیش پا برمیدارن و و و و کاری که بلا کاری هم ندارم که 40 سال تحریب میگوید که دروغ میگوید. اما مانع ها چی هم؟ باز یک جمله اون زمان گفتم، اون این است: قدرت از زور نمیترسد، از حق وجدان به حق، از آزادی میترسد. چرا؟ به دلیل که شما وقتی وجدان پیدا میکنی به حقوق دیگه اون زور میشه بیمحل، فرو میام بنا فرو میخوام. پس او نباید بگذاره شما وجدان به حقوق پیدا کنی تا عنوان ولی مطلق بر شما حکومت کنه. همین کارم کردن ظرف 40 سال. شما اگر قرار بود موانع رو برداری، موانع این که انسان از سقارت خارج بشود، بشود کبیر، چیه؟ این است که این انسان حقوق خیش رو بشناسد، به حقوق خیش عمل کنه، بتونه رابطه هاشون با هم انسان ها با حقوق تنظیم کنن. اینه. خب چه اقدامی فرمودید در این زمینه در این 6 سال؟ شما نکردید. جاهای دیگه که بر این فلسفه عمل شده
نخبه و غیر نخبه، همین قهر رو نگاه کنیم کجا عمل شده این؟ حالا آقای مکرون از استقلال حرف داده که در یه بحث دیگه باز میگردیم. خب این جامعه فرانسوی اگر وجدان که پیدا کنه به حقوق خود به عنوان انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی که همون استقلال میشه در بود جامعه و در بود شخص، هم جز حقوق شهروندی است، هم جز حقوق انسان است. حقوق طبیعت و حقوق جامعه فرانسوی به عنوان جامعه جهانی این ها رو وجدان پیدا کنه و حقوق رابطه ها رو با حقوق تنظیم کنه. خب دلیل این نابرابری های روزافزونی که در همین دوران قرنطینه هم همچنان ادامه یافته چیه؟ این دوگانه انگاری، این مایش چیه؟ مایش نبود این وجدان دیگه، تنظیم نشدن رابطه ها با حقوقه. حالا گیریم که اینجا شدتش خیلی کمتره در قیاس با ایران، اونجا خیلی شدیدتره ولی خیلی با روشن واضح. اینجا میگه نخبه ها، اینجا جامعه نخبه‌گر هست. همینجا اخیراً هم باز تو انگلیس دیدم یک کسی، نمیدونم از سیاست مدارا بود یا فیلسوفا، اون میگه که جامعه ها رو نخبه ها اداره میکنن، هر کس هم جزی میگوید خیالباف و نابربودگوست. بسیار خوب. خب شما این نخبه ها که جامعه ها رو اداره می فرمایید، این ها رو یه وقت بر مبنای این اداره می کنید که اینا به حقوق خیش عمل کنن، یه وقت بنابر اون نظریه هابس عمل اداره می کنید که میگه اونی که میشه شاه باید با اعمال قدرت یا رابطه ها رو چنان تنظیم کنه که انسان ها همه نخورن، برای اینکه سرشت انسان ها خشونت دارن. کدوم یک از این دوتا رو اداره کردی؟ به کدوم یک از این دو شیوه عمل کردی؟ این ویرانی محیط زیست، این که به قول شما استقلال رو باید باز بیابیم، یعنی از دست دادید که بخواد دوباره باز بیام. این که نابرابری ها تو جامعتون روز افزونه، در مفهوم خاص امریکا رو نگاه کنیم، بیشتر قربانیان کووید 19 سیاه‌پوستان و نژادهای به اصطلاح امریکای لاتینی آسیایی هم. در غرب که به طور عموم که نگاه کنیم، این سنهای بالا بیشتر طبقات پایین. خود این بیمار رفته تشخیص داده که کیا رو بکشه، کیا رو مبتلا کنه. نه خیر، این تعریف عام و خاص از نژاده که شرایطی درست کرده برای اون قشرهای پایین که اونها نمیتونن اون قرنطینه ای رو که اون بالا میتونه داشته باشه داشته باشه. نتیجه در معرض ابتلا بیشتر قرار میگیره. دوباره باز بیم برمیگردیم به این صحبت که جامعه جهانی با یک مسئله روبروست. از دید منظر نژادی هم که نگاه کنیم باز همون منظر یک مسئله هست. از دید رابطه با طبیعت نگاه کنیم همون مسئله است. از دید منابع موجود در روی زمین که در حال از بین رفتن نگاه کنیم یک مسئله است. از دید سلطه گر زیر سلطه نگاه کنیم میبینیم هر دو در برابر یک مسئله قرار دارن. میبینیم که این مسئله راه حلش هم انتا نیست، هزارتا نیست. وقتی مسئله نتیجه ترکیبیست از زور، علم، فن و که به کار رفته در تنظیم رابطه ها و این وضعیت رو درست کرده که اون توجیه را ساخته که انسان ها نابرابر هستند، به تعریف عام و خاص او این وضعیت رو درست کرده و جهان رو در برابر یه مسئله قرار داده.
حل این مسئله به اینه که اون راهکار رو برداری، راهکار دیگر بذاری جاش، که این راهکار دوم میگوید که انسان ها بنابراین که انسان هستند حقوق ذاتی حیات دارن و در این حقوق برابرند و این با زندگی با عمل به حقوق باشه، تنظیم رابطه ها با حقوق، تا هر انسانی بتواند استعدادهای خیش رو فعال بکنه و روش کنه. این راهکاره که ما تحت عنوان حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه به جامعه ایران و جامعه بشری پیشنهاد کردیم. خب این بحث ما بود راجع به دو مفهوم عام و خاص با مثالهایی که زده شد، برای اینکه شنونده هموطن ما متوجه بشه و یعنی به خودش توجه کنه، ببینه که آیا قربانی هر دو تعریف هست یا خیر. حالا از یه دیدای دیگه نگاه کنی، مثلا میگن که بعضی از ایرانی ها که خود رو نژاد آریا میدونن، نژادهای دیگر رو تخفیف میکنن و پس میدارن که اصل وجود داره نمیتونه بگه نیست، مثل همین نژاد سامی اینا رو پس میدارن. ما ایرانی ها از ارثی که مونده از دوران سلطه‌گری اینه که مثلا میگیم روسی خر، عرض کنم به شما نمیدونم فارس ترک دست میاندازه، ترک فارس رو دست میاندازه در مقام تخریب و تخریب، عرض کنم گیلانی غیر گیلانی دست میاندازه، بیشتر غیر گیلانی ها گیلانی ها رو دست میاندازه. اینا رو داریم، اینا در مفهوم آب هم خاص داریم همه، اما یه خاصای دیگه هم داریم که من خودم سیدم، این که سیدها از نژاد ویژن، چه اینا اصلا خرق شدن برای آقایی، نه که خیال کنی نیست، هستیم. چنان که تو مراجع نگاه کنی تا طرف سید نباشه مرجعیت آن پیدا نمی کنی. در تاریخ شیعه نگاه کنی چند تا غیر سید مرجع شده، آقای منتظری امکانی داشت که بشه اونم که این آقای خمینی اون بلا رو سرش آورد و بعد هست و این چیزا رو نگذاشتن، اونم از دنیا رو نگرفت نشد. عموما این مردم به اصطلاح از غیر سید به عنوان مرجع پیروی نمی کنن. و این یک دیده هم به مفهوم خاص هم به مفهوم عام، اینا وجود داره. حالا از لحاظ قومی هم بریم در سرزمین خودمون، اینکه این مشکلات قومی پیدا شده، بازم برمیخوریم به اینکه از دو طرف این گونه تبلیغات نژاد پرستانه هم در مفهوم عام هم در مفهوم خاص انجام میگیرد و اینهایی که این تبلیغات رو انجام میدهند به جای اینکه این خود رها کنن، آزاد کنن از این دروغ، از این نژاد پرستی فوق العاده خفت‌آور و مانع رشد، آزاد بکنن و برن رو خط اینکه خب بابا حالا اینه که یه اقوامی بودن فلان هزار سال پیش اینا با هم نشستن اتحاد کردن یک کشور ساختن اسمش گذاشتن ایران، چه مرض دارید که اینا با همه برابر تعریف نمی کنیم، حقوقمند و حقوقمند تعریف نمی کنیم، با حقوق رابطه همونو تنظیم نمی کنیم، الا لله باید با توفنگ رابطه همونو تنظیم کنیم. با این تعریف تنظیم رابطه با توفنگ، آقای طرفدار کرد، آقای طرفدار ترک، آقای طرفدار عرب، آقای طرفدار بلوچ،
آقای طرفدار فارس، این یعنی نژاد پرستی، خودت هم بکشی آسمان بری پایین میاد. این زور از پایین به بالا نداریم، از این همون زورش که از بالا به پایینه. شما باید وجدان به حقوق پیدا کنی، به حقوق عمل کنی تا بتونی با بقیه رابطه ها رو رابطه های حقوند با حقوند بکنی و یه جامعه جدید درست کنیم، به جامعه بشری هم پیشنهاد کنیم. اینجوری هم میشه زندگی کرد. خب ما این که انقلاب که با هم کردیم، چرا این راه حل نرفتیم؟ کیا نرفتن؟ حاضرن این از خودشون انتقاد کنن، از خود رو از این نژاد پرستی رها کنن؟ اینا خود رو فریب ندیم، پوشش ها درست نکنیم. هم طبقه و اینکه ما جامعه ها طبقاتی است، بله، اما خود این جامعه های طبقاتی بونش این است. این دوتا تعریفه. وقتی اینو شما رها کردی، این ذهنیت رو از اینا رها کردی، اون نظام طبقاتی هم میتوانی با اون تنظیم رابطه با حقوق مهر هم از بیان بره، بشه جامعه برابر که رابطه ها رو در اون جامعه حقوق تنظیم میکنن و در حقوق برابری، حالا در علم و دادگری و اون به اصطلاح اخلاق، مکارم اخلاق و اخلاق فضائل اخلاقی و اینا، هر کی پیشی بگیرد جامعه ازش صدمه نمیبینه، برعکس سود هم میبره، برای که اونا میشن الگو برای بقیه، بقیه هم اونها رو پیدا میکنن، همینجور جامعه روش میکنه میره جلو. این هم توضیحاتی برای میبینیم که ما بلن با اون جامعه بشری این تظاهرات که میشود بر ضد نژاد پرستی در جاهای مختلف این مفاهیم عامش هم به میان میاد. حالا در امریکا مفهوم عامش کمتر به میان آمده، ولی در اروپا بیشتر، اینجور که من میبینم. ولی دیدم که در امریکا هم مفهوم عامش هم داره یواش یواش میاد توی بحث ها. این بشریت در برابر این مسئله قرار گرفته و باید خود رو زمان آن است که وجدان پیدا کنه به حقوق و رها کنه خیشتن رو از این دو مفهوم. امیدوارم بحث هم شیرینی شد، هم توضیحات روشنی شد برای نسل امروز. بله، و هم بسیار آموزنده و من بسیار متشکر هستم از شما. چند تا نکته رو اشاره کنم به فرمایشات شما. در مورد مسخره کردن قوم های مثلا مناطق مختلف در ایران فرمودید. به یه مناسبتی چند سال پیش، درستم یادم نیست چطور، یه کسی برای من کپی یک دستورالعمل ساواکو فرستاده بود به شهرستان های مختلف که در اون از این مسئله یاد کرده بود و اینی که مامورین ساواک در جمع‌ها و مهمانی‌ها و اینا بهش دامن بزنن و اون رو تشدید بکنن و قوما رو با این شوخی‌های تحقیرآمیز بر ضد همدیگه حساس بکنن. این یکی. دوم اینه که شما چند جا توی فرمایشاتون امروز و موقع‌های دیگه در مورد بالا و پایین و جنبش پایین علیه بالا صحبت کردید، امروز هم بردینش به عقب تا به زبان افلاطون و باز هم اشاره کردید به زمان حال و آقای خامنه‌ای. حالا چیزی که توجه شنوندگان این گفتگو رو جلب میکنم بهش، این بالا و پایین یا سایر تعبیرهایی که به مناسبت ازش استفاده میشه واسه خشونت و سلطه و قدرت، اینا هیچ تعریف واحدی ندارن، یه چیز تعریف سیال و بسا جیوهی هستش. دیدیم که همین چند وقت پیش آقای خامنه‌ای یه مرتبه یه تعریف جدیدی به دست داد از مستضعفین، اون کسانی که مستضعف خوانده می شدن و حالا اومدن تو خیابونها و دارن تظاهرات می کنن به خاطر مشکلات مالی اقتصادی و معیشتی که دارن، اونا شدن مستکبر و اون راندخاران و ساندیزخارها و عرض شود که ویژه خارانی که در لباس شخصی و بسیج و پاسدار هستن، اونا شدن مستضعف. در نتیجه الان بر اساس نیازی که قدرت داره و منافعی که باید حفظ بکنه، این تعریف هم فرق بکنه.
در باز دوباره یک چیز جالبی تو فرانسه همین چند وقت پیش عکسی برای من فرستاده بودن از یکی از شهرهای جنوب فرانسه که مهاجرین از جزایر مثل اونجا ساکن زیاد هستن، که خیابون‌ها شکل اروپایی رو نداشت، تابلوهای خیابون نمیدونم این بشقاب‌های ماهواره به در و پنجره‌ها و سقف‌های خیابون‌ها و اینها، بعدم بغلش عکس مثلا شانزلیزه رو با اون مغازه‌های گران قیمت و اینجور چیزا رو انداخته بود و با همین تحقیری که شما ازش ذکر کردید از نژاد عرب و الجزایری‌ها ذکر می‌کرد و بعد تمجید و بالا بردن فرهنگ فرانسه، ضد فرهنگ به قول شما، بسته به اینه که فرهنگ اسم باشه یا صفت باشه، ضد فرهنگ فرانسوی ها در اون کاری که در الجزایر کردن. یادمون نره که همون عکس ها رو که براشون هم فرستادم، اون کسی که برای این فیلم این عکس رو فرستاده بود، که چه فجایعی رو کردن توی الجزایر، که سر الجزایر رو میبریدن، باش فوتبال بازی میکردن، زنها رو لخت میکردن، دورش وای میسادن، عکس میگرفتن و بقیه چیزهای دیگه که در حوصله این جمع نیست. چیزی که در ابتدا عرض کردم، شما به شکلهای مختلف اشاره کردید و ببخشید لازم میدونم که در انتها هم تاکید مؤکد داشته باشم، الان یک موقعیتی پیش اومده که خشونت‌های نژادپرستانه علیهش در امریکا و بعد در تمام دنیا حساسیت‌های غلیان پیدا کرده و تظاهرات در دنیا دیده میشه. حالا یه نگاهی بکنیم، همون اون تبعیض‌هایی که سفید پوستا به خصوص پلیسا و قدرتمندان در امریکا بر علیه سیاه‌پوستا و بقیه اقلیت‌ها می‌کنند، این همون تبعیض‌ها و خشونت‌ها رو دولت‌های کشورهای سلطه‌گر بر ملت‌های کشورهای سلطه‌بر طی قرون انجام دادن. شاهد زندهش خود ما هستیم که الان من و شما برای چی باید تو تبعید زندگی بکنیم و در زمان ولایت پهلوی دیدیم که چجور بود و الان در زمان ولایت ارزم به خدمت شما فقیه. اگر که اون بی‌ثباتی سازی ها رو به شکل گروگانگیری، به شکل حمله عراق، صدام به ایران و کودتای خرداد 1360 و ادامه 8 ساله جنگ و بعد بحران انرژی هسته‌ای رو در دامان این ملت نمیگذاشتن و اگر که ما مردم کنی به این مقداری که متاسفانه بر اکثرا بودن فعال منفعل نبودن و فعال می شدیم، ما می تونستیم سرنوشت خوبی رو خوبتری رو برای خودمون رقم بزنیم. ولی الان این موقعیت فراهم شده، حالا که حساسیت ها در سراسر دنیا پیدا شده، بگیم که نه، این تبعیض فقط در مورد سفید پوست و سیاه پوست اونم فقط توی شهر امریکا نیست، بلکه تبعیض های دیگری هم هست و آنچه که باعث خشن شدن جو زندگی در سراسر دنیا شده و قدرت زانوش رو در گردن 99% مردم دنیا گذاشته، اون این تبعیض هایی هستش که همش رو باید یک به یک بهش به اصطلاح اشاره کرد و اونها رو برداشت. چه بهتر برای ما، برای ما ایرانیان که در شرایطی هستیم که میتونیم نقش آفرین باشیم در کاهش خشونت ها در دنیا، در منطقه و البته در میهن عزیز خودمون ایران. امیدوارم که از این فرصت بتونیم استفاده کنیم. بحث خیلی خوب بود، ممنونم ازتون. اگه فرمایش دیگه نداریم میتونیم بحث امروز رو به پایان برسونیم. امروز شما خوش.